خود نیکبخت و بازیکن مقابلش هستن علی کریمی میندازه توپو در آن مقدم بازیکن تیم ایران، یه حرکت قشنگ در محوطه جریمه و این ضربه که دروازه‌بان میگیره توپ رو. چیزی نمونده بود که نیکبخت دروازه تیم عربستان رو در جده باز کنه. حربی سامی جابر، تکل بلند و اعلام پنالتی. شاید یک موقعیت 10% حد اکثر 20% تبدیل به یک پنالتی شد برای تیم عربستان. شهرانی به نظر میسی که باشید و قرار گرفته ضربش رو میزنه و توی دروازه. خوب حرکت کرد ابراهیم میرزاپور و حالا شهرانی عربستان رو 1-0 جلو میندازه. مهدوی کیا یه باسه در اما مقدر برای علی کریمی از سمت چپ توپ باید روی دروازه فرستاده بشه. مهداد میناوند سانت میکنه مقابل تیم ایران و توی دروازه. نه توپ در درون دروازه قرار نگرفت. یه لحظه به نظر میرسید که هاشمی نصر دروازه رو باز کرده. یه حرکت خطرناک، یک ضربه دیدنی و آفرین به ابراهیم میرزاپور. موقعیت برای تیم ایران، میبرن به سمت راست. مهدی مهدوی کیا سانتر روی دروازه و توی دروازه. گل برای تیم ایران. حساب کار 1-1 مساوی میشه. جب فوتبالیستی این علی دایی همیشه در مواقع بحرانی به داد تیم ما میرسه. 1-1 مساوی. آفرین به این علی دایی، آفرین به مهدوی کیا که تو سانت کرد و حالا همه نفس راحت میکشیم. مهدوی کیا، خود مهدوی کیا حرکت میکنه از اون فرارای تماشاییش میبره به جایی که علی کریمی قرار گرفته. علی کریمی باید ضربه‌شو بزنه. پاس برای مهدوی کیا. مهدوی کیا چهره شاخص تیم ما در نیمه اول. مهدی مهدوی کیا یک پاس رو به عقب و این ضربه موقعیت به تیم ایران. این بار از سمت چپ بازیکن عربستان حرکتی رو آغاز کردن. سامی جابر، هاشمی نصر در کنارش هست. باز هم سامی جابر موقعیت به بازیکن عربستان و این ضربه که در درون دروازه قرار میگیره. گل دوم رو حسن یامی به ثمر رسوند، همون بازیکنی که همین چند دقیقه قبل به بازی اومد. هاشمی نصر در مقابلش هست. باز هم یامی میچرخه رو به عقب حرکت میکنه. موقعیت به تیم عربستان خطرناک هست. یک پاس و این توپ که میرزاپور با جسارت دور میکنه. نزدیک بود گل سوم رو هم ما بخوریم. دفاع ما خوب کار نکرده در این دیدار. باز هم از سمت راست بازی کنه عربستان خیلی راحت بازی کنه و دریپ میخورن و این توپ که باز هم میرزاپور راهی کرنر میکنه. مهدوی کیا سانتو روی دروازه، موقعیت و این ضربه سر که در دستان بابک قرار گرفت. آفساید هم نبود. دوباره مهدوی کیا سانت میکنه روی دروازه. فقط یه علیده اونجا حاضر هست. دوباره سانت رو برنده مهدوی کیاد. علی دایی سانت میکنه روی دروازه. محمد خلیفی یه لحظه اشتباه موقعیت برای تیم ایران و توی دروازه، توی دروازه. گل دوم برای تیم ایران به دست میاد. سیروس دی محمدی چه کرد این سیروس، چه گل حساسی رو میزنه و حالا حساب کار 2-2 مساوی میشه.